64 ایرانی در انتظار اعدام در مالزی. ایران پرس نیوز 14 اکتبر 2013. دولت مالزی در حالی اعلام کرده که 64 زندانی ایرانی به اتهام مواد مخدر در آستانه اعدام قرار دارند که قوه قضاییه تلاش خود را برای عقد تفاهمنامه استرداد مجرمین کرده ولی مالزی از امضای آن خودداری می کند. حدود 23 کشور با ایران تفاهمنامه استرداد مجرمین دارند، یعنی اگر زندانی ایرانی در این کشورها باشد محکومیت خود را می تواند در زندانهای ایران سر کند. در این میان برخی کشورها که بیشترین تردد ایرانیان را دارند هنوز تمایلی برای تفاهمنامه قضایی و استرداد مجرمین اعلام نکردند. علی ساعدی مدیر کل امور بین المللی در گفتگو با مهر میگوید مالزی یکی از کشورهایی است که تردد ایرانیان به این کشور زیاد است، ولی با توجه به درخواست قوه قضایی جمهوری اسلامی برای عقد تفاهمنامه قضایی و استرداد مجرمین این کشور هنوز اقدامی انجام نداده است. در این گزارش آمده است که یکی از زنانی که مدت 42 روز در زندان گوالالامپور بوده و به تازگی آزاد شده است گفته در حال حاضر بین 30 تا 35 زندانی زن در فاصله سنی 26 تا 65 سال در این زندان هستند که جرم یا اتهام اکثر آنان حمل مواد مخدر است. وی اضافه می کند که بیش از نیمی از این زندانیان نمی دانستند که حامل مواد مخدر هستند و تنها به آنها گفته شده که اینها دارویی است که ممکن است ورودش به مالزی ممنوع باشد، اما اگر به مأمورین فرودگاه رشوه بدهید کاری با شما نخواهند داشت. 64 ایرانی در آستانه اعدام. داتوک سری احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی اعلام کرده است 362 ایرانی در زندانهای مالزی هستند که 341 تن از 362 ایرانی که زندانی می باشند در مالزی بر اساس قانون 1952 مربوط به مواد مخدر دستگیر شده اند. بر اساس این قانون 64 نفر از این تعداد شامل مجازات مرگ می باشند. احمد زاهد گفته استرداد این زندانی ها از جمله موضوعاتی بوده که در دیدار با سفیر ایران درباره اش مذاکره کرده است. به گفته وی ایران به دنبال استرداد برخی از زندانیان است، اما وزارت کشور مالزی باید درباره این موضوع مذاکرات بیشتری با اتاق دادستان کل انجام دهد. ما نمی‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که استرداد زندانیان مواد مخدر به بازگشت دوباره آنها به کشور منجر شود. بنابراین مذاکرات درباره اطمینان یافتن از برچیدن این سندیکاهای مواد مخدر ادامه دارد. کشورهایی که با ایران تفاهمنامه همکاری حقوقی و قضایی دارند: نام کشور، عنوان موافقتنامه و تاریخ اجرای موافقتنامه. تاجیکستان، استرداد مجرمین 14 دی ماه سال 1188. الجزایر، همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری 1 آذر ماه 1189. بلاروس، استرداد مجرمین 11 اسفند ماه 1389. عراق، استرداد مجرمین و
و همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری 4 اردیبهشت ماه 1390 عراق همکاری حقوقی و قضایی و در امور مدنی 8 اردیبهشت 1390 بوسنی معاضدت حقوقی در امور مدنی و استرداد مجرمین 24 خرداد ماه 1390 قزاقستان استرداد مجرمین 10 اردیبهشت ماه 1391 چین استرداد مجرمین 20 شهریور ماه 1391 ارمنستان استرداد مجرمین 23 آبان ماه سال 1391 افغانستان انتقال محکومین به حبس 1390 تایلند انتقال محکومین به حبس 1390 هند انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین 1390 و 1389 افغانستان استرداد مجرمین و معاضدت قضایی 1389 فرانسه استرداد مجرمین 1345 ترکیه انتقال مجرمین و همکاری حقوقی 1389 امارات عربی معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی 1389 پاکستان استرداد مجرمین 1339 امارات عربی استرداد مجرمین 1389 آفریقای جنوبی استرداد مجرمین 1387 قطر استرداد مجرمین 1389 آذربایجان استرداد مجرمین و معضدت قضایی 1378 تونس معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری 1387 سوریه پروتکل الحاقی در مورد انتقال محکومین 1386 آفریقای جنوبی معاضدت قضایی در امور کیفری 1386 اوکراین استرداد مجرمین 1386 و اوکراین انتقال محکومین به حبس 1389 قرقیزستان استرداد مجرمین و معاضدت قضایی 1386 ترکمنستان معاضدت قضایی 1386 قزاقستان معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری 1385 ازبکستان استرداد مجرمین 1381 داستان دستگیری درصد بالایی از ایرانیان دستگیر شده در زی و مخصوصا فرودگاه کوالالامپور با ساک‌های خالی چنین است در تهران یک ساک یا چمدان خالی می‌دهند و می‌گویند وسایلتان را داخل آن بگذارید به فرودگاه کوالالامپور که رسیدید چمدان را تحویل دهید و 2 میلیون تومان بگیرید با ورود به فرودگاه پلیس مالزی جدارهای چمدان را پاره می‌کند و مواد مخدر را کشف و ما را به زندان هدایت می‌کند یکی از آنها گفت من خودم در این زندان هستم، همسر و مادرزنم در زندان زنان و بچه هایم را پلیس با هماهنگی سفارت به ایران برگردانده است. به امید آگاهی، آزادی و سربلندی، پاینده ایران و ایرانی